زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان هنگامی به دوحه می رود که هیئت های گفتگو کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان درباره دو مورد طرز العمل کاری از روزها به این سو به توافق نرسیدند. اما این نماینده ایالات متحده امریکا گفته که شهروندان افغانستان و جامعه جهانی انتظار دارند تا این گفتگوها به نقشه آینده سیاسی و آتش بس فراگیر و دوامدار در افغانستان بیانجامد. با این حال، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پس از دیدار دیروزش با نخست وزیر پاکستان، امروز با رئیس جمهور این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها هر دو مقام بلندپایه پاکستان گفتند که طرفدار پایان جنگ و تامین صلح و ثبات در افغانستان هستند. می توانم بگویم که از تمام راه‌های نفوذ استفاده شود، مثل ارسال پیام‌های عمومی و سایر طرق. این یک فرصت است و طالبان و حکومت افغانستان با هم نشستن و در مورد آینده صحبت می کنند. پیشرفت هایی در حمایت از روند صلح در افغانستان صورت گرفته است. در این حال سطح خشونت بلند است. کاهش خشونت امری بسیار مهم در این پیشرفت است. گفتگوهای طالبان با حکومت افغانستان به عنوان بخشی از توافقنامه ایالات متحده امریکا با این گروه و حل مسائل گفتگوهای صلح بر بنیاد فقه حنفی هنوز هم موقف طالبان است. اما حکومت افغانستان تاکید دارد که اعلامیه لوی جرگه مشورتی سال و توافقنامه این کشور با ایالات متحده امریکا نیز بنیاد گفتگوهای آنان با طالبان است. این اختلاف دیدگاه سبب شدند که گفتگوهای دو طرف با بنبست روبرو شوند. آقای خلیلزاد گفته که برای آتش بس یک نقشه راه برای آینده افغانستان ضرورت است. اون نقشه راهی میتونه که حفظ نظام اما تغییر و تبدیل در رهبریت نظام تا ای که برای طالبا این نظام قابل قبول شود. اما زمانگیر شدن گفتگوهای دو طرف در دوحه انتقادهای را در مجلس نمایندگان افغانستان بلند ساختند. تیم مذاکره کننده بسیار ضعیف است. اونا به طوری که باید است از طرف مردم افغانستان نمایندگی میکردن متاسفانه نمیکنن. تا به امروز هیچ پیشرفتی صورت نگرفته. حتی یک طرز عملی که روی موارد جلسات به توافق برسن تا به امروز به توافق نرسیدن. حکومت افغانستان اعتماد سازی کرد، 5000 زندانی را آزاد کرد. حالا نوبت طالبانه که اعتماد سازی بکنن و آتش بس را بپذیرند. اگر آتش بس پذیرفته نشه، دامنه جنگ هر روز گسترده تر و جوانان بیشتری در خاک و خون می‌غلطند و خانواده های بیشتری متاسفانه بی سرنوشت میشن. اما در اوج گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان، افزایش خشونت های بی پیشینه شهروندان افغانستان را بیشتر از پیش نگران ساختند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.